قمارباز قسمت سوم. فردا عصر آن روز قرار بود به تهران برگردیم. طبق معمول سرگرم بازی شده بودند و من به بچه ها صبحانه دادم و گفتم آماده شوید برویم قایق سواری. وقتی که داشتیم از ویلا خارج می شدیم صدای عربده های امیر حسین بلند شد. چند ثانیه ایستادم که ببینم طرف عربده هایش چه کسی است. آیا من و بچه ها هستیم؟ متوجه شدم که دارد به هم بازیش اعتراض می کند و به بچه ها که وحشت زده شده بودند گفتم برویم، زود برویم، به ما ربطی ندارد، مثل این که دارند شوخی می کند. یک تاکسی گرفتم و گفتم ما را به ساحل ببر، جایی که قایقرانان هستند. وقتی پیاده شدیم خیلی شلوغ بود. آن روز بندر پهلوی هوایی بسیار گرم و شرجی داشت، به طوری که با وجودی که هنوز صبح بود کلافه شده بودم، ولی به بچه ها قول داده بودم و میبایست روی قولم میایستادم. یک قایقران صدا کردم و گفتم نیم ساعت ما را روی دریا بگردان. بچه ها اعتراض کردند و گفتند نه مامان، نیم ساعت کم است. و قایقران هم طرف بچه ها را گرفت و گفت خانم، از راه دور آمده اید، نیم ساعت که چیزی نیست، شما باید از صبح تا شب روی دریا بگردید. گفتم یک ساعت آقا، مگر متوجه نیستی هوا چجوری است؟ بچه ها مریض می شوند. یک ساعت روی دریا گردش کردیم و به ساحل برگشتیم. در حالی که بچه ها دلشان نمی خواست از قایق خارج شوند، عرق سراپای همگی و من را گرفته بود، اما بچه ها اصرار داشتند که داخل آب بروند. من که شنا بلد نبودم، به شدت می ترسیدم اگر بچه هایم داخل آب مشکلی پیدا کنند من چه کنم. از امیر حسین کینه به دل گرفتم، واقعا احتیاج به کمک داشتم و بچه ها ولکن نبودند. گفتم بچه هایم دریا خطرناک است و من و شماها شنا نمی دانیم. بچه ها گفتند همین جلوی آب می رویم. آنها وارد آب شدند و به قول خودشان همین جلوی آب بازی می کردند که موج عظیمی بر سر آنها فرود آمد. به سرعت به طرف آنها دویدم و چند غریق نجات هم خودشان را به ما رساندند. من توانستم خسرو را بگیرم در حالی که خودم داشتم غرق می شدم و می رفت که قلبم از ترس نابودی بچه هایم از کار بیفتد، که دو جوان غریق نجات انوشیروان و بهروز را که از آب گرفته بودند به طرفم آمدند و خانومی که آنجا بود حال مرا فهمید، وارد آب شد و به من گفت و به من کمک کرد که از آب خارج شوم. بچه ها به شدت ترسیده بودند و حال بهروز خوب نبود. بلافاصله آمبولانسی که آنجا بود بهروز را به داخل آمبولانس برد و من هم به طرف او دویدم. پزشک بهروز را معاینه کرد و به من گفت نترسید، چیز مهمی نیست، بگذارید استراحت کند. غریق نجات ها می گفتند اینطور اتفاقات کم پیش می آید، شما خیلی بدشانس بودید. برای اولین بار از ته دل گفتم اگر شانس داشتم بچه هایم پدر داشتند. خودم هم سراپا خیس بودم و موهایم آشفته و درهم بود. دیگر طاقت ماندن در آن شرایط را نداشتم. به دکتر گفتم اجازه بدهید پسرم را ببرم. دکتر گفت احتیاج به استراحت دارد و گفتم در خانه استراحت می کند. اگر حالش بد شد میبرمش بیمارستان. او حال تهوع داشت. آقایی گفت خانم ماشین دارید؟ گفتم خیر، تاکسی میگیرم. و آن آقا گفت بفرمایید، من شما را میرسانم. آنقدر حالم مساعد نبود که منتظر تاکسی شوم، ناچار قبول کردم. آدرس را گفتم و آن مرد محترم ما را به ویلا رساند. متوجه شدم که آقایان و خانومهای قمارباز آماده شدند به رستوران بروند برای نهار و دارند فکر می کنند که مرا چگونه پیدا کنند.
وقتی من از اتومبیل با آن وضع و قیافه پیاده شدم و بچه ها را با رنگ روی پریده و آشفته دیدن، امیر حسین با عصبانیت پرسید کجا بودید؟ جوابش را ندادم و صاحب اتومبیل پرسید شما پدر بچه ها هستید؟ چرا خانوم و فرزندانتان را همراهی نکردید؟ در مقابل این دریای متلاطم و از این شهر غریب که امیر حسین فریاد زد به تو چه مربوط است؟ به چه اجازه‌ای با من اینطور حرف میزنی؟ من و بچه هایم روی پله های ساختمان نشستیم و دوستانش از آن آقا تشکر کردند و به امیر حسین نهیب زدند که مقصر تو هستی، اگر خودت آنها را به دریا می بردی مادرشان به تنهایی این کار را نمی کرد. امیر حسین به طرف من برگشت و همین که خواست عربده بکشد دوستانش او را از ویلا خارج کردند. خانوم ها دور ما جمع شدند. صاحب ویلا در را باز کرد تا ما دوش بگیریم و لباس های من را عوض کنیم. بهروز در آغوشم بود. ابتدا لباس او را عوض کردم و روی تخت خواباندمش. سپس خسرو و انوشیروان را به حمام بردم و آخر خودم دوش گرفتم. بسیار نگران بهروز بودم و داستان را برای آن خانم ها به طور مختصر تعریف کردم. یکی از خانم ها که با تجربه بود گفت نگران نباش، بهروز حالش خوب است. بچه ترسیده، می توانید با ما بیایید برویم نهار بخوریم؟ گفتم نه، شما بفرمایید، مزاحم شما نمی شوم. با آنها گفتند نه، ما دیگر شما را تنها نمی گذاریم و از همسرانشان خواستند که سفارش غذا در خانه بدهند. من هم از روی ادب کمی غذا با آنها خوردم و بچه ها که هنوز ترس در چهرهشان موج می زد به اصرار من کمی غذا خوردند. بعد از نهار آنها که قرار بود به سمت تهران حرکت کنند باز بساطشان را پهن کردند که یکی از خانوم ها با تغییر گفت دیگر بس است. نزدیک بود این نازنینان من به خاطر ما از بین بروند. زود راه بیفتید. برویم و با همه دلخوری برخواستند و آماده حرکت شدند. من هم با حال خراب و به سختی وسایل را جمع کردم و به طرف اتومبیل به راه افتادیم. همگی از بی توجهیشان نسبت به من و بچه ها از ما عذرخواهی کردند و امیر حسین مثل برج زهرمار پشت فرمان نشست و تا تهران یکسره راند. به خانه که رسیدیم دوباره رفت و چهار صبح برگشت. وقتی وارد خانه ام شدم مثل اینکه بزرگترین پناهگاه های دنیا را دارم. بچه هایم را در آغوش گرفتم و با صدای بلند گریستم. فکر از دست دادن آنها داشت دیوانم می کرد و تحملم تمام شده بود. صبح آن روز مادر شوهرم به خانه برگشت و بچه ها ماجرا را با آب و تاب برای او تعریف کردند. او همانقدر آنها را نوازش کرد و دلداری داد و به این ترتیب اولین و آخرین سفر خانوادگی ما به پایان رسید. بقیه تعطیلات عید را در خانه ماندیم. حتی حوصله این که به دید و بازدید فامیل برویم نداشتم و تلفن را هم بر نمی داشتم که فامیل فکر کنند در سفر هستیم. بسیار شبها پیش می آمد که من هنگام خواب دچار این کابوس می شدم و نصف شب بلند می شدم و بچه هایم را نگاه می کردم. خوشبختانه تعطیلات به پایان رسید و بچه ها به مدرسه رفتند و اتفاقا اولین موضوعی که در انشاء از آنها پرسیدند این بود که تعطیلات خود را چگونه گذراندید و بچه های نازنینم من که اسم قمار را نمی دانستند نوشتند که ما با مامانمان به دریا رفتیم و نزدیک بود غرق شویم.
بهروز نوشته بود بابا حوصله نداشت همراه ما بیاید و مواظب ما باشد. نزدیک بود من بمیرم. هر کدام به نحوی پدرشان را در انشایشان تبرئه کرده بودند و دلشان راضی نمی شد که عیب او را به معلم و دوستانشان بگویند. خداوندا ای کاش امیر حسین ارزش این همه محبت را داشت. امیر حسین با دیدن مادرش گل از گلش شکفت و دوست نداشت در مورد سفر شمال با مادرش حرف بزند. بعدها فهمیدم که امیر حسین با یکی از دوستان قماربازش هم اختلاف پیدا کرده و درگیر شده بود. البته زمانی که برای کسی تعریف و گلایه می کرده رحمت شنیده بود و برای من گفت. اما بازی ها به طور دائم ادامه پیدا کرد و فقط چند نفری عوض شده بودند. کار امیر حسین هم در چاپخانه خوب پیش می رفت و پول خوبی به دست می آورد. هرچند که دلش می خواست هر چه دارد سرمایه قمارش کند، اما ما را هم به خوبی تأمین می کرد و هیچ وقت کمبودی نداشتیم. یکی دو سالی که گذشت انوشیروان دوره ابتدایی را به پایان رساند و می بایست به مدرسه راهنمایی برود. اما همین که تعطیلات تابستان شروع شد امیر حسین گفت انوشیروان تو در خانه چه کار میکنی؟ پسرم گفت بابا من تازه تعطیل شدم. مامان گفته چند روز استراحت کن بعد اسمم را در کلاس زبان انگلیسی می نویسد. و امیر حسین اخمهایش را در هم کشید و گفت نه خیر لازم نیست. از فردا با من میایی چاپخانه. باید کار چاپخانه را یاد بگیری. و امیر حسین سرش را پایین انداخت. من گفتم او هنوز بچه است و باید برای سال آینده آماده شود. من او را به کلاس زبان می فرستم که امیر حسین با صدای وحشتناکی گفت خانم طلا شما غلط می کنید. و من ماندم سرگردان که چه جوابی به این مرد وحشی و بی ادب بدهم. فقط گفتم لابد شبها هم با شما برود بازی. او دوباره عربده کشید اگر من بخواهم بله باید بیاید. آن شب بچه ها را دور خودم جمع کردم و گفتم راهی که پدرتان می رود اشتباه است. اگر می خواهید مثل او بد اخلاق و بی ادب نشوید باید خوب درس بخوانید و شغل خوبی بگیرید. انوشیروان گفت مامان جون من میروم چاپخانه برای اینکه بابا شما را اذیت نکند و همانجا درس میخوانم. شما برای من کتابهای راهنمایی را بخرید. قول میدهم بخوانم و دیگر حرفی برای گفتن نداشتم. فهمیدم بچه هایم به شدت از امیر حسین میترسند و مانند من تسلیم او هستند. از صبح روز بعد انوشیروان با امیر حسین عازم چاپخانه شدند و تمام تعطیلات تابستان را در آنجا کار می‌کرد، به طوری که وقتی به خانه می‌آمد از خستگی فوراً می‌خوابید. دلم برای او آتش می‌گرفت. یک روز مادر شوهرم نشست و مرا دلداری داد و گفت خانم طلا ناراحت نباش، پسرت به کار عادت می‌کند و مرد می‌شود. در دلم گفتم اگر مرد به پسر تو میگویند میخواهم هرگز مرد نشود. 3 ماه تابستان گذشت و بچه هایم دوباره به مدرسه برگشتند و انوشیروان خیلی بیشتر در خواندن درس هایش تلاش میکرد. فهمیدم او نمیخواهد همکار پدرش شود و دارد به آیندهش فکر میکند. ما هر 2-3 سال یک بار نقل مکان می کردیم و دیگر در این مورد هیچ سؤالی نمی کردم. فقط آرزو می کردم به هر خانه‌ای که می رویم جایی باشد که محله مخفی یا دور از چشم بچه ها داشته باشد. ولی فکر باطلی بود. بچه ها همه چیز را می دانستند و می فهمیدند که پدرشان یک قمارباز حرفه‌ای است و از این کار متنفر بودند.
امیر حسین روز به روز خشن‌تر می‌شد و ایرادهای عجیب و غریب می‌گرفت. کم کم عصرها به چاپخانه نمی‌رفت و به رحمت سپرده بود که او را در جریان کارها بگذارد و این مسئله دردسر مرا بیشتر کرده بود. می‌بایست سر ساعت 12 نهار بخورد و بعد از آن بخوابد. هنگامی که او خواب بود کوچکترین صدایی نمی‌بایست از کسی بلند شود، حتی اگر مهمان باشد. خب بچه ها ساعت 2 بعد از ظهر به خانه می آمدند و باید نفس بلند هم نمی کشیدند. خلاصه این که زندگی برایم خیلی سخت شده بود. یک شب که نشسته بود و تلویزیون نگاه می کرد، همسایه در زد و از من مقداری ظرف چینی خواست برای مهمانی که در پیش داشت. به ناچار به امیر حسین گفتم و او گفت باشد بهش بده. یک سرویس کامل چینی به او دادم و او 2 روز بعد ظروف را برگرداند. وقتی در زد که امیر حسین خواب بود، همسایه از همه جا بی خبر ظروف را داخل آشپزخانه گذاشت و تشکر کرد. داشت می رفت که امیر حسین به آشپزخانه آمد و در مقابل او تمام ظرف‌های چینی را به زمین کوبید و خورد کرد. خانم همسایه مثل بید می لرزید و به من گفت شوهرتان ناراضی بود، چرا ظروف را به من دادید؟ گفتم نه، من از او اجازه گرفتم. عصبانی شده چون شما بی موقع ظروف را آوردید و او خواب بود. خانم همسایه هرچه عذرخواهی کرد جوابی نگرفت و با ناراحتی و چشمانی اشکبار از خانه ما خارج شد. این باعث شد که من وقتی میخواستم از خانه خارج شوم از همسایگان خجالت میکشیدم و سرم را پایین میانداختم تا کسی را نبینم. در همین اوضاع و احوال بودم که پدرم از دنیا رفت و من که در نهایت غم و اندوه قرار گرفته بودم، از طرف امیر حسین هم تحت فشار شدید قرار گرفتم و او گفت فقط وقتی بچه ها مدرسه هستند می توانی به مجلس عزای پدرت بروی و مادرم را نباید زیاد تنها بگذاری. دلم می خواست خانه را به آتش بکشم و برای همیشه او و مادر و خانه‌اش را رها کنم و بروم جایی که نه اسم او را بشنوم و نه صدایش را. اما پای بچه هایم در میان بود. او بچه ها را از من می گرفت و خدا می داند که با آن اخلاق کثیفش چه بر سر آنها می آورد. راستی چقدر خوب است که ما زنها استقلال مالی داشته باشیم و بتوانیم روی پایمان بایستیم. من اگر شخصا کار می کردم می توانستم بچه هایم را بردارم و به مکان نامعلومی بروم و خودم را از شر این ابلیس راحت کنم. همیشه به خواهرم که 3 دختر داشت می گفتم علاوه بر درس خواندن دخترانت، آنها را بفرست که هر کدام هنری بیاموزند و اگر در زندگیشان مشکلی پیش آمد بتوانند خودشان را نجات دهند. در ختم پدر نازنینم در ذهنم از او گلایه می کردم. در زمانی که زیر سایه پدر بودم دوست داشتم یک ساز یاد بگیرم، اما پدر در مقابل خواسته من فقط سکوت کرد. خدایا اگر یک ساز مثلا می توانستم تار بزنم، عقده درم را روی آن می ریختم. وای که چه می شد. دلم می خواهد فریاد بزنم و بگویم آی آدما، بگذارید فرزندانتان راهی برای خالی کردن دلشان داشته باشند، چون هیچ کس نمی داند فرزند نازنینش چه در پیش دارد و همانجا با خودم عهد کردم هر طور شده دور از چشم امیر حسین بچه هایم را به کلاس موسیقی بفرستم. مراسم پدر تمام شد و من دیگر همان نصف روز را هم در خانه ماندم تا زندگی را به دلخواه ظالم
به دلخواه همسر ظالمم اداره کنم و از آنجا که بخت با من یار شد او دیگر طاقت نیاورد بعد از ظهرها را در خانه بماند و به کار و کار قمار را گسترش داد، به ساعت 4 عصر تا 2 شب کشاند. این خیلی به نفع من بود و من گفتم حالا که عصرها هم باید در خانه سکوت مطلق باشد، من بچه ها را به پارک می برم و در طول روز تمام کارهایی را که مربوط به امیر حسین بود انجام می دادم. نهارش را توسط رحمت می فرستادم و تدارک شام را می دیدم و عصر که می شد بچه ها را به کلاس موسیقی می بردم. البته حالا دیگر قمار در خانه ما هفته‌ای 2 روز بود و من همان 2 روز را برای بچه‌ها کلاس موسیقی گرفتم و خودم هم از خانه بیرون می‌رفتم به بهانه اینکه بچه‌ها را به پارک می‌برم. اما سرمای شدید زمستان رسید و بهانه پارک رفتن تمام شد. فکری کردم و گفتم بچه ها را به سینما میبرم. مادر شوهرم شروع به اعتراض کرد که سینما فکر بچه ها را خراب میکند. گفتم پس شما بگویید چه کنم. گفت این بچه ها دیگر بزرگ شدند و اگر بگویی سر و صدا نکنند ساکت مینشینند. گفتم مگر مجسمه هستند؟ مادر شما دیگر دست به دلم نگذارید و بگذارید با درد خودم بسوزم. بچه ها در موسیقی پیشرفت کرده بودند. یکی تار یاد گرفته بود و یکی ویولون و یکی گیتار. اما طفلک ها جرأت این که در خانه تمرین کنند نداشتند و سازهایشان را هم در کلاس می گذاشتند و از ترس پدر و مادر بزرگ به خانه نمی آوردند. زندگی ما با ترس و دلهره و اضطراب می گذشت تا اینکه مادر شوهرم بیمار شد و در بیمارستان بستری شد. من از فرصت استفاده کردم و سازهای بچه ها را به خانه آوردم و در زیر زمین پنهان کردم. از بچه ها خواستم که فقط در زیر زمین تمرین کنند و مواظب باشند صدایی در خانه که شنیده شد قطع کنند و از زیر زمین خارج شوند. و به این ترتیب مدتی بچه ها توانستند بیشتر تمرین کنند و پیشرفت چشمگیری داشته باشند که حال مادر شوهرم بهتر شد و او دوباره به خانه آمد و بچه ها دست از تمرین کشیدند، ولی همیشه در حسرت بودند که چرا نمی توانند هر وقت دوست دارند تمرین کنند. پایان قسمت 3.